سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مرسی از اینکه کانال خودتون یعنی کتاب من رو تماشا میکنین. در ادامه داستانهای کتاب کافه پاریس که 18 داستان جذاب و از نویسندگان بزرگ جهان در اون وجود داشت، امروز یکی دیگه از داستانهای اون به اسم عقده ادیپ من رو میخوایم در موردش صحبت کنیم و براتون بخونمش، که از نویسنده بزرگ آقای اوکانر هست، فرانک اوکانر، و توی این کتاب گنجونده شده. این کتاب از انتشارات کول پشتی هست و سرپرست مترجمین اون خانم مریم صبوری هست که این داستان که عقده ادیپ هست رو خود ایشون ترجمه کردن، یعنی خانم مریم صبوری. بریم که این کتاب رو با هم دیگه، یعنی این داستان رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم، و لطفاً حتما ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای بعدیمون براتون بیاد و ببینید، و امیدواریم که خوشتون بیاد و دوستشون داشته باشید. عقده ادیپ من. پدر در تمام مدت جنگ جهانی اول در ارتش خدمت میکرد، یعنی تا 5 سالگی او را آنقدرها ندیده بودم که مایه نگرانیم شود. بعضی وقتها شبها که از خواب بیدار میشدم، جثه بزرگی را که در لباس نظامی میدیدم که زیر نور شمع با دقت به من نگاه میکند. گاهی صبح زود صدای بسته شدن در ورودی و کشیده شدن چکمای میخدارش را بر سنگ فرش خیابان میشنیدم. اینها چیزهایی بود که از آمد و رفتهای پدر متوجه میشدم. پدر مثل بابا نوئل به شکل سحرآمیزی میآمد و میرفت. در حقیقت با اینکه صبح زود در تخت خواب بزرگ بین او و مادرم له میشدم، این سرزدنهایش را دوست داشتم. او سیگار میکشید که رایحه خوشایندی به وی میبخشید و صورتش را اصلاح میکرد که به نظرم دلیل جاذبه عجیبی که داشت همین بود. هر بار کولهباری از سوغاتی با خود همراه میآورد، ماکت‌های تانک و چاقوهای نپالی با دسته‌هایی از جنس جعبه‌های مخصوص گلوله و کلاه کاسکت‌های آلمانی، کلاه‌های لبه‌دار مارکدار و دکمه‌های سردست و خلاصه همه جور اسباب بازی و وسایل جنگی که با وسواس زیادی در جعبه بزرگی بالای کمد چیده شده بود تا در موقع لزوم روزی از آنها استفاده شود. پدر کمی خرت و پرت جمع‌کن بود و فکر می‌کرد هر چیزی بالاخره یک روزی به درد می‌خورد. وقتی پدر خانه نبود، مادر اجازه میداد یک صندلی بردارم و روی آن بروم و در میان گنجینه‌های پدر کند و کاو کنم. به نظر می‌رسید مادر به اندازه پدر نسبت به آن وسایل حساس نیست. دوران جنگ بی‌دغدغه‌ترین برهه زندگیم بود. پنجره اتاق زیر شیروانیم رو به جنوب بود. با اینکه مادرم برایش پرده دوخته بود، اما انگار تأثیری نداشت و همیشه با اولین پرتوی نور خورشید از خواب بیدار می‌شدم. با این دل مشغولی که برنامه‌های دیروز تمام شده، احساس می‌کردم خورشید را بیشتر از همیشه دوست دارم و برای نور بخشیدن و شادمانی آماده. چنانچه گویی زندگی هرگز آنقدر ساده و شفاف و پر از چیزهای ممکن نبوده. پاهایم را از زیر لباس بیرون می‌آوردم. اسم یکی را خانوم راست و اسم دیگری را خانوم چپ گذاشته بودم و با خیال و رویا نمایش هایی با آنها سرهم می کردم که در آنها درباره مشکلات روز قبل با هم بحث و گفتگو می کردم. خانوم راست خیلی راحت و پرحرف بود، اما از آنجا که من کنترل خوبی روی پای چپم نداشتم، خانوم چپ بیشتر وقتا فقط با تکان دادن سر رضایت خود را اعلام میکرد. بحث آنها غالباً بر سر کارهایی که من و مادر باید در طول روز انجام میدادیم، هدیه هایی که بابا نوئل قرار بود کریسمس برای هر کس بیاورد، پیدا کردن راههایی برای شاد کردن فضای خانه، و یا موضوعی کم اهمیت و پیش پا افتاده بود که من و مادر هرگز نمی توانستیم در مورد آن با هم به توافق برسیم. خانه ما تنها خانه بدون نوزاد محله بود و مادر می گفت تا وقتی پدر از جنگ بر نگردد، استطاعت خرید یکی از آنها را نخواهیم داشت، چون بچه های نوزاد گران هستند. معلوم بود که مادر خیلی ساده است، چون خانواده جین که بالای جاده زندگی میکردن یک نوزاد داشتند و همه میدانستند که آنها خیلی فقیرند. شاید هم آن بچه جز بچه های ارزان قیمت بوده و مادر بچه‌ای میخواست که واقعا عالی باشد. احساس میکردم که مادر همیشه دوست دارد منحصر به فرد باشد، اما به نظر من بچه خانواده جین برای ما خوب بود. بعد از نقشه کشیدن برای آن روز،
از تخت خوابم بیرون آمدم. یک صندلی زیر پنجره اتاق زیر شیروانی گذاشتم و آنقدر از چارچوب آن بالا رفتم تا توانستم سرم را کاملا از پنجره بیرون بیاورم. این پنجره رو به باغ‌های پشت خانه من باز می‌شد و پشت آن دره عمیقی دیده می‌شد و بعد می‌شد خانه‌های مرتفع با آجرهای قرمز روی تپه مجاور را دید که به شکل پلکانی روی هم بالا رفته بودند. همه آن خانه‌ها در سایه بودند، در حالی که خانه‌های سمت ما در این سوی دره با وجود سایه بلند و محوی که آنها را قریب خشن و رنگارنگ نشان می‌داد، همه با نور خورشید روشن شده بودند. سپس به اتاق مادر و توی تخت خواب بزرگ رفتم. او از خواب بیدار شد و من شروع به تعریف از طرح‌ها و نقشه‌های آن روز کردم. با اینکه خودم متوجه نشده بودم، اما کمی بعد در لباس خواب مثل مجسمه خشک شده بودم و همونطور که حرف می‌زدم گرما و حرارت بیشتری را در چشمانم حس می‌کردم، تا جایی که بالاخره آخرین تکه یخم هم آب شد و در کنار او به خواب رفتم. و کمی بعد با شنیدن زمزمه‌های مادر از آشپزخانه که مشغول آماده کردن صبحانه بود بیدار شدم. بعد از صرف صبحانه به شهر رفتیم و در مراسم دعا و شکرگزاری کلیسای خیابان آگوستین شرکت کردیم و برای پدر دعا کردیم و بعد برای خانه کمی خرید کردیم. معمولا اگر بعد ظهرها هوا خوب بود برای پیاده روی به روستا می رفتیم یا برای دیدن دوست صمیمی مادرم خانم سنت دومین به صومعه می رفتیم. مادر همه دوستانش را وادار میکرد برای پدر دعا کنند و من هر شب موقع خواب از خدا میخواستم که او را به سلامت از جنگ برگرداند، اما دقیقاً نمیدانستم برای چه دعا میکنم. یک روز صبح که توی تخت خواب بزرگ خوابیده بودم و مثل همیشه میدانستم که پدر مثل بابا نوئل میآید و زود برمیگردد، دیدم که پدر به جای یونیفرم نظامی بهترین لباس آبی که داشت را پوشیده بود و مادر خوشحالتر از همیشه به نظر می‌رسید. من دلیلی برای خوشحالیش نمی‌دیدم، چون روی هم رفته پدر با یونیفرم خوشتیپ‌تر به نظر می‌رسید. اما مادر در حالی که لبخندی بر لب داشت برایم توضیح داد که دعاهای من مستجاب شده و عصر همان روز برای سپاسگزاری از خداوند و برای به سلامت رساندن پدر به خانه به مراسم شکرگزاری کلیسا رفتیم. جالب بود که درست همان شب وقتی پدرم سر میز شام آمد، در حالی که چکمه هایش را درآورده بود و دمپایه هایش را پوشیده بود و کلاه لبه‌دار کهنه و کثیفش را که همیشه بیرون از خانه برای محافظت از سرما می پوشید بر سر گذاشته بود، پاهایش را دراز کرد و روی صندلی لم داد و گفتگوی جدی را با مادر که عصبانی به نظر می رسید آغاز کرد. خب طبیعی بود که من دوست نداشتم مادرم را عصبانی ببینم، چون به زیباییش لطمه می‌خورد. پس بی مقدمه وسط حرف پدرم دویدم. مادر با ملایمت و با اشاره با سر گفت: یک لحظه صبر کن لری. این جمله‌ای بود که فقط وقتی میمانهای خسته کننده و غریبه داشتیم خطاب به من کار می‌برد. بنابراین توجهی نکردم و به حرفم ادامه دادم. مادرم با بی‌حوصلگی گفت: گفتم ساکت باش لری. نمیبینی دارم با پدرت صحبت میکنم؟ این اولین بار بود که کلمات زشت حرف زدن با پدر به گوشم میخورد و نمیتوانستم به این فکر نکنم که اگر خدا اینطوری دعاهای من را مستجاب کرده، حتما با دقت به دعاهای من گوش نکرده. با لحنی که سعی میکردم تا جایی که ممکن است بی تفاوت به نظر برسد پرسیدم: چرا با پدر حرف میزنی؟ مادر گفت: چون من و پدر باید در مورد موضوعی با هم صحبت کنیم. حالا دیگر وسط حرف ما نپر. بعد از ظهر به درخواست مادر، پدر مرا برای پیاده روی بیرون برد. این بار به جای روستا به شهر رفتیم. ابتدا با خوشباوری همیشگیم فکر کردم که این خودش یک پیشرفت است، اما اصلا اینطور نبود. من و پدر عقاید کاملا متفاوتی در مورد قدم زدن در شهر داشتیم. او مثل من علاقه به تراموا، کشتی و اسب نداشت. تنها چیزی که به نظر می رسید برایش جالب است حرف زدن با مردم کوچه و بازار بود. وقتی من میخواستم بیستم، او فقط راه میرفت و در حالی که دستم را گرفته بود تقریبا مرا روی زمین میکشید. وقتی میخواست بیستد، ناچار بودم همین کار را انجام دهم. هنگامی که دقت کردم متوجه شدم وقتی مسیرش به سمت دیوار متمایل میشود، یعنی میخواهد بیستد. اما برای بار دوم که ایستاد عصبانی شدم، چون به نظر میرسید که جا خوش کرده و دیگر هرگز نمیخواهد از جایش تکان بخورد. گوشه پیراهنش را محکم کشیدم، اما او برخلاف مادر بود، چون اگر با مادر اینگونه رفتار میکردم از کوره در میرفت و میگفت: لری، اگر مراقب رفتارت نباشی سیلی میخوری. پدر ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای بیتوجهی در دوستانه ترین شکل ممکن داشت. من به او مشت میزدم
و از خودم تعجب میکردم که به گریه افتادم، اما به نظر میرسید او فرسنگ ها دورتر از من است که حتی کمی از کارهایم به سطو بیاید. در حقیقت انگار با یک کوه یخ به گردش آمدم. اون دستش را از دستم بیرون میکشید، نه کتکم زد و نه در حال اوج عصبانیت به من چشم قرده رفت. تا به حال در زندگیم کسی که تا این حد بی اعتنا و توی حال و هوای خودش باشد را ندیده بودم. هنگام صرف چای صحبت کردن با پدر از نو شروع شد و این بار با در دست داشتن روزنامه بعد ظهر اوضاع بغرنجتر شده بود، چون هر چند دقیقه یک بار او روزنامه را پایین می آورد و مطلب تازه‌ای برای مادر می خواند. احساس می کردم که این ناجوان مردانه است. مسئله بین ما مسئله بین دوتا مرد بود و من آمادگی داشتم در هر زمانی برای جلب توجه مادر با او رقابت کنم. اما وقتی او با ابزار دیگری مثل روزنامه بعد از ظهر خودش را جبران می کرد، خب شانس موفقیت من کمتر می شد. چندین بار تلاش کردم موضوع بحث را عوض کنم، اما حاصلی نداشت. مادر با بدخلقی گفت وقتی پدر مطالعه می کند باید ساکت باشی للی. کاملا معلوم بود که یا او واقعا حرف زدن با پدر را به حرف زدن با من ترجیح می داد، یا آنقدر از پدر حساب می برد که مجبور است از پذیرفتن حقیقت تفره برود. آن شب وقتی هنگام خواب مادر رویم را می پوشاند گفتم مامان، فکر می کنی اگر حسابی دعا کنم خدا بابا رو دوباره به جنگ برمیگردونه؟ مادر مکس معناداری کرد و برای لحظه‌ای به فکر فرو رفت. با لبخندی جوابم داد فکر نکنم بشه. چرا فکر نمی‌کنی مامان؟ چون دیگه جنگ تموم شده عزیزم. اما مامان اگه خدا بخواد هم نمیتونه جنگ دیگه ای را بندازه؟ خدا جنگ رو دوست نداره لری. این خدا نیست که جنگ ها رو شروع میکنه. آدم‌های بد این کار رو میکنن. گفتم بله متوجه میشم. سردرگم بودم. فکر میکردم خدا واقعا آنطورها هم که از خودش تعریف کرده بزرگ نیست. فردا صبح مطابق معمول رأس ساعت همیشگی از خواب بیدار شدم. گیج و منگ بودم. پاهایم رو از زیر پتو بیرون آوردم و نمایش طولانی رو سرهم کردم که در اون خانم راست دوباره درباره مشکلاتی حرف میزنه که از وقتی پدرش رو به وطن برگردونده برایش به وجود آورده. من دقیقا نمیدونستم وطن یعنی چه، اما فکر میکردم واژه ایست که در مورد پدر صدق میکنه. بعد روی صندلی رفتم و سرم رو به زور از پنجره اتاق زیرشیبونی بیرون کردم. ابرها کنار میرفتم و در لحظه باز شدن هوا حس کسی را داشتم که مچ کسی را در حال ارتکاب جرم میگیرد. سرم پر بود از داستانها و نقشه ها. تلو تلو خوران به سمت اتاق مادر رفتم و در تاریک روشنی اتاق توی تخت بزرگ خزیدم. کنار مادر جا نبود، پس خودم را بین او و پدرم جا کردم. برای لحظه ای وجود پدرم را فراموش کرده بودم و چند دقیقه صاف روی تخت خواب نشستم. حسابی به مغزم فشار آوردم که تصمیم بگیرم باید با او چه کار کنم. او بیش از سهم خودش از تخت خواب را اشغال کرده بود. این برای من ناراحت کننده بود. بنابراین چند تا سقلمه به او زدم که باعث شد قرولاند کنند و به بدنش کش و قوس بدن. مادر بیدار شد و وجود مرا در کنار خودش حس کرد. من که شستم را میمکیدم و راحت در گرمای تخت خواب جا خوش کرده بودم با صدای بلند گفتم مامان. به آرومی گفت عزیزم پدر را بیدار نکن. این بدبختی جدیدی بود که به نظر میرسید خیلی تهدیدآمیزتر از حرف زدن با پدر باشد. زندگی بدون مذاکرات اول صبح با مادر غیر قابل تصور. با لحن جدی پرسیدم چرا؟ چون که بابای بیچارت خسته است. این دلیل قانع کننده‌ای برای من نبود و عبارت عاطفی بابای بیچاره حالم رو به هم می‌زد. هیچ وقت از این نوع ابراز احساسات خوشم نمی‌آمد و همیشه یک نوع دروغگویی و ریا پشت اون می‌دیدم. به آرامی گفتم بله می‌فهمم. بعد با پیروزمندانه‌ترین لحن ممکن گفتم مامان می‌دونی امروز می‌خوام با تو کجا برم؟ مادر گفت نه عزیزم، من می‌خوام از دامنه کوه گلم پایین برم و با تور جدیدم ماهی تیغدار بگیرم. بعد می‌خوام به فروشگاه فاکس اند هونز برم. و او با عصبانیت و در حالی که به آرامی روی دهانم ضربه زد گفت هیس بابا رو بیدار نکن. اما دیگر دیر شده بود. او بیدار شده بود یا نزدیک بود که بیدار بشه. پدر قرولندی کرد و اول دستش رو به سمت کبریت برد و بعد با بهت به ساعت مچیش خیره شد. مادر با لحن مطیع و آرام که من هرگز پیش از این به گوشم نخورده بود انگار که از چیزی ترسیده باشد پرسید یک فنجان چای برایت بیاورم عزیزم؟ پدر با عصبانیت داد زد چای؟
میدانی ساعت چند است؟ من از ترسی که مبادا با این همه وقفه وسط حرفم چیزی رو از قلم بیاندازم با صدای بلند ادامه دادم و بعد از آن میخواهم به جاده راسکانی بروم. مادر با لحن تندی گفت همین حالا به رخت خوابت برگرد و بخواب لری. من شروع کردم به نق زدن. نمیتوانستم روی رفتاری که آن دو نفر با من در پیش گرفته بودند خوب تمرکز کنم. فراموش کردن برنامه ریزی های صبح زودم مثل زنده به گور کردن بچه های یک خانواده، آن هم درست در بعد به تولدشان بود. پدر چیزی نگفت، فقط پیپش را روشن کرد و در حالی که بدون توجه به من و مادر به بیرون پنجره نگاه می کرد مشغول پک زدن با آن شد. می دانستم که مادر عصبانی است. هر بار که حرفی می زدم او با خشونت مرا ساکت می کرد و باعث شرمندگی هم می شد. احساس می کردم این رفتارشان نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار اشتباه است. یادم می آید که همیشه به مادر گوشزد می کردم به جای استفاده بی مورد از دو تخت خواب هر دوی ما می توانیم در یک تخت خواب بخوابیم و او به من می گفت اگر هر دو روی یک تخت خواب بخوابیم برای سلامتی ما ضرر دارد و حالا این مرد اینجا می خوابید. این غریبه با او در یک تخت خواب می خوابید و کمترین اهمیتی هم برای سلامتی مادر قائل نمی شد. پدر به سرعت از جایش بلند شد و چای را آماده کرد و برای مادر هم یک فنجان آورد. اما انگار اصلا نمی دانست باید برای من هم چای بیاورد. داد زدم مامان منم چای می خواهم. مادر با بی‌حوصلگی گفت خب عزیزم می توانی از فنجان مامان چای بنوشی. من یا پدرم باید آن خانه را ترک می کردیم. نمی خواستم از فنجان مادر چای بنوشم. دوست داشتم در خانه خودم با من عادلانه رفتار شود. و برای اینکه لجه او را در بیاورم همه فنجان را تا ته سر کشیدم و حتی یک قطره هم برایش باقی نگذاشتم. مادر هم در نهایت خونسردی متوجه منظور من از این کار شد. آن شب وقتی که مرا در تخت خوابم میگذاشت با ملایمت گفت لری میخوام به من یه قولی بدی. پرسیدم چه قولی؟ قول بده دیگه صبح ها به اتاق ما نیایی و مزاحم بابای بیچاره نشی. قول میدهی؟ باز هم بابای بیچاره. نسبت به هر چیزی که به آن مرد واقعا غیر قابل تحمل مربوط می شد حساس شده بودم. پرسیدم چرا؟ و مادر گفت چون بابای بیچارت خسته و نگرانه و نمی تونه شبا راحت بخوابه. پرسیدم چرا نمی تونه مامان؟ مامان گفت خب تو که یادت هست وقتی پدر نبود مامان از اداره پست پول می گرفت از خانم مک‌کارتی. درسته، اما حالا همونطور که میبینی خانم مک‌کارتی دیگه به ما پول نمیده. برای همین پدر باید بره سر کار تا برای ما پول بیاره. میدونی اگه سر کار نره چه اتفاقی میفته؟ گفتم نه چه اتفاقی؟ خب باید مثل پیرزنهای گدا روزهای جمعه به کوچه و خیابان بریم و گدایی کنیم. ما این کارو دوست نداریم، اینطور نیست؟ بله موافقم، ما دوست نداریم. پس باید به من قول بدی که دیگه نیایی رو او رو بیدار نکنی. قول میدم. باید بگویم که حرف مادرم رو میفهمیدم. میدانستم که پول مسئله مهمی است و کاملا مخالف گدایی در خیابانها مثل پیرزنهای گدایی روزهای جنبه بودم. فردای آن روز مادر اسباب بازیهایم رو طوری دور تا دور تخت خوابم چیده بود که از هر راهی میخواستم از اتاقم بیرون بروم بسته بود و روی آنها میافتادم. وقتی بیدار شدم قولی که داده بودم رو دقیقا به خاطر آوردم. از رخت خواب بلند شدم، روی زمین نشستم و به نظرم رسید چند ساعتی مشغول بازی شدم. بعد صندلیم رو زیر پنجره گذاشتم و طولانی تر از همیشه به بیرون اتاق زیر شیروانیم نگاه کردم. آرزو کردم که دیگر پدر از خواب بیدار شده باشد. آرزو کردم که یک نفر برایم یک فنجان چای درست کرده باشه. احساس میکردم اصلا خورشید را دوست ندارم و در عوض خسته بودم و خیلی هم سردم بود و گرما و ژرفای تخت خواب بزرگ را از ته قلبم آرزو میکردم. دیگر نمیتوانستم انتظار بکشم. به اتاق کناری رفتم. مثل همیشه کنار مادر جا نبود. من از روی مادر قرض خوردم و خودم را بین مادر و پدرم رساندم. مادر با لرزشی از خواب پرید. در حالی که بازویم را در حال ارتکاب جرم محکم گرفته بود زیر لب گفت لری تو چه قولی به من دادی؟ با صدایی که بیشتر شبیه ناله بود گفتم اما من سر قولم بودم، خیلی وقت است که ساکتم. مادر در حالی که صورتم را لمس میکرد با لحنی غمگین گفت ببین عزیزم تو زیر قولت زدی، حالا اگر بگذارم اینجا بمانی قول میدهی حرف نزنی؟ با صدای اندوهگین گفتم اما من میخواهم حرف بزنم مامان.
او با جدیتی که برایم تازگی داشت گفت: اینجا نمیتوانی حرف بزنی، پدرت میخواهد بخوابد، به من بگو متوجه حرفم میشوی یا نه. خیلی خوب، خیلی خوب، متوجه شدم، متوجه حرف مادرم میشدم، اما من میخواستم حرف بزنم. او میخواست بخوابد، اما آن خانه مال کی بود؟ من هم با جدیت مشابه جواب دادم: مامان، من فکر میکنم برای سلامتی بیشتر بهتر از پدر روی تخت جداگانه‌ای بخوابم. از سکوت نسبتاً طولانی مادرم معلوم بود که از حرفم جا خورده. ادامه داد: فقط یک بار برای همیشه میگویم لری، یا باید کامل زد ساکت باشی یا باید فوراً به تخت خوابت برگردی. کدام یکی رو انتخاب میکنی؟ بی‌عدالتی که در کلام مادرم بود مرا پکر کرد. من خیلی راحت میتوانستم با استفاده از حرفهای خودش او را به تناقض‌گویی و بی‌منطق بودن متهم کنم و او حتی کمترین تلاشی نمیکرد که با منطق و پرسشهای من پاسخ دهد. در حالی که حسابی هرسم گرفته بود، سقلمه‌ای به پدرم زدم و شانس آوردم که مادر متوجه آن نشد، اما باعث شد پدرم زیر لب قرلند کند و یک بار چشمانش را به ساعت شماته دار بدوزد. او با صدای وحشت زده در حالی که به جای مادر به در نگاه میکرد، انگار که کسی را در آنجا میبیند، پرسید: ساعت چند است؟ مادر به نرمی گفت: هنوز زود است، بخواب عزیزم، بچه بیدارت کرد. و ادامه داد: لری، همین الان از تخت خواب برو بیرون، پدرت را بیدار کردی، باید به اتاق خودت بروی. در اون لحظه به خاطر آرامش موجود در کلام مادرم منظورش را به خوبی متوجه می شدم و می دانستم که اگر همون موقع از حق و حقوق اولی خودم دفاع نکنم، به راحتی و برای همیشه آنها را از دست خواهم داد. وقتی مادر مرا از تخت پایین می گذاشت، بدون توجه به پدر چنان فریادی کشیدم که آدم مرده هم با شنیدن آن از خواب ابدی بیدار می شد. پدر غرغر کرد: ای بچه لعنتی، این پسر خواب نداره؟ در حالی که می توانستم ببینم مادرم کاملا عصبانی است، با لحنی که سعی می کرد به آن آرامش بدهد گفت: عزیزم، فقط او به این وضعیت عادت کرده. پدر در حالی که سعی می کرد در جایش بنشیند فریاد زد: خب دیگه وقتشه بابا که این عادت از سرش بیرون بره دیگه، کی می خواد این اتفاق بیفته؟ در یک چشم به هم زدن رخت خواب رو از روی خودش کنار زد، رویش را به سمت دیوار برگرداند و بعد از امتداد شانش به عقب نگاه کرد. در آن حال چشمان ریز و سیاه و پر از وحشتش بدجوری خود نمایی کرد. مرد بیچاره در آن لحظه خیلی درمانده به نظر می رسید. مادر برای باز کردن در دستانش را از دور من برداشت و من از میان دستانش بیرون آمدم و در حالی که جیغ می کشیدم به سرعت خودم را به دورترین گوشه اتاق رساندم. پدرم صاف روی تخت نشست. با صدای گرفته‌ای گفت: خفه شو طول سگ کوچولو. اونقدر تعجب کرده بودم که دست از فریاد کشیدن برداشتم. تا اون لحظه هرگز کسی با من اینطوری حرف نزده بود. ناباورانه به اون نگاه کردم و اجزای صورتش رو که از عصبانیت به لرزش افتاده بود دیدم. بعد از اون بود که کاملا متوجه شدم خدا با گوش دادن به دعاهایم برای سالم برگرداندن این هیولا فقط می‌خواسته سر به سرم بگذاره. از خود بی خود شده بودم. با صدای بلند فریاد کشیدم: خودت خفه شو. پدر در حالی که خیز و بلندی به سمت بیرون تخت خواب برمی‌داشت گفت: تو چی گفتی؟ مادر فریاد زد: مایک، او فقط یک بچه است. پدر در حالی که دستانش را با خشم تکان می‌داد با عصبانیت گفت: چیزی که من می‌بینم این است که او به جای اینکه فکر کند فقط می‌خورد. این بچه کتک می‌خواهد، کتک. تمام فریادهای پدر در برابر کلمات توهین آمیزی که به شخص من برمیگشت و خونم را به جوش می آورد هیچ بود. با عصبانیت فریاد کشیدم: خودت را کتک بزن، خودت را کتک بزن، خفه شو، خفه شو. در این لحظه بود که تحملش تمام شد و به سوی من هجوم آورد. او زیر نگاه‌های مضطرب مادر کاری می‌کرد که اصلا از یک مرد بزرگ انتظار نمی‌رفت و ضربه خشک و خالی به من زد. اما توهین مستقیم و کتک خوردن از یک مرد غریبه، یک مرد کاملا غریبه که به خاطر پادرمیانی معصومانه من بین او و خدا راهش را از جنگ به تخت خواب بزرگ ما کج کرده بود، مرا به مرز دیوانگی میرسان. من فقط جیغ میکشیدم و با پاهای برهنه از شدت خشم به خود میپیچیدم و پدر با چهره عبوس و وحشتناک در لباس کوتاه خاکستری آنچنان به من چشم خورده میرفت که گویی قاتلی به مقتول خود نگاه میکنه. تصور میکنم همونجا بود که متوجه حس حسادت پدر نسبت به خودم شدم و مادر در لباس خواب گوشه ایستاده بود و انگار که قلبش بین ما از وسط دو نیم میشد. البته امیدوار بودم که اینطور باشد، اما به نظر میامد که او مرا مستحق آن حرف ها میداند.
از اون روز صبح به بعد زندگی هم جهنم شد. پدر و من آشکارا و بیپرده با هم دشمن شدیم و مکررن کشمکش هایی بین ما به وجود آمد. او سعی میکرد از وقت من با مادر بدزدد و من هم سعی میکردم همین کار را انجام دهم. وقتی مادر روی تختم می نشست و برایم قصه می گفت، به بهانه گشتن دنبال چند جفت چکمه کهنه که ادعا می کرد اوائل جنگ آنها رو گم کرده، به اتاق خوابم می آمد و زمانی که او با مادر صحبت می کرد، من با سر و صدای زیاد با اسباب بازی هایم بازی می کردم تا نشان بدهم که کوچکترین توجهی به او ندارم. یک روز از که از کار به خانه برگشت و مرا در حالی که با مدال‌های افسری و چاقوهای نپالی و دکمه‌های سردستی و وقتی فهمید که سراغ جعبش رفتم، علمشنگی وحشتناکی به پا کرد. مادر با قاطعیت گفت: لری، تو نباید بدون اجازه با اسباب بازی‌های پدر بازی کنی، همونطور که پدر با اسباب بازی‌های تو بازی نمی‌کند. در اون لحظه پدر را کارد می‌زدند، خونش در نمی‌آمد و طوری به من نگاه میکرد که انگار مادر با حرفش رو کتک زده باشد و بعد با عقل رویش را برگردان. او در حالی که جعبه را دوباره پایین میآورد تا وارسی کنند، چیزی که از آن کم نشده باشد، با لحنی معترض گفت: آنها اسباب بازی نیستند، بعضی از این وسایل بسیار کمیاب و با ارزشند. با گذشت زمان بیشتر متوجه شدم که او قصد دارد بین من و مادر جدایی بیندازد. چیزی که وضعیت رو دشوارتر میکرد این بود که من نمیتوانستم روش جلب توجه او را کشف کنم یا بفهمم او چه جاذبه‌ای برای مادرم دارد. اما به هر ترتیبی بود من خودم را از او جلوتر میدانستم. او خیلی معمولی صحبت میکرد و با سر و صدا چای مینوشید. برای مدتی فکر میکردم شاید علت علاقه مادر روزنامه‌های پدر باشد، بنابراین تک روزنامه‌های خودم را جمع کردم تا برایش بخوانم. بعد حدس زدم شاید علت محبوبیت پدر سیگار کشیدنش باشد، چون شخصا معتقد بودم کار جذابی است. پس پیپ‌های او را دزدکی برمی‌داشتم و در خانه راه می‌رفتم و توی آنها فوت می‌کردم، تا اینکه یک روز پدرم مچم را گرفت و دیگر نگذاشت به آنها دست بزنم. حتی تصمیم گرفتم چای را با سر و صدا بنوشم، اما برخلاف انتظارم مادر گفت از این کار متنفر است. با امتحان همه راه ها به نظرم رسید علت علاقه مادر به پدر می تواند در عادت ناسالم خوابیدن آنها با هم باشد. پس برای خودم مخفیگاهی پیدا کردم که از آنجا در اتاق آنها سرک بکشم و فضولی کنم، و در حالی که با خودم حرف می زدم توی اتاق را دید می زدم. اما آنها کاملا خواب بودند و اصلا از جایشان بلند نمی شدند تا بتوانم آنها را ببینم، و آخر سر هم در اتاق محکم توی سرم خورد. اینطور که به ذهنم رسید که علاقه آنها هم به خاطر این است که آنها آدم بزرگن و بین خودشون حلقه رد و بدل کردن، و آنجا بود که دریافتم چاره‌ای نیست جز اینکه انتظار بکشم. من میخواستم پدرم بفهمد که فقط انتظار میکشم که بزرگ شوم و این به معنای تسلیم شدن در برابر او نیست. یک روز عصر که او درست بالای سر من در حال گفتگوی نفرت انگیزی با مادرم بود، او را به مبارزه دعوت کردم. گفتم: مامان، میدونی وقتی که بزرگ شدم میخواهم چه کار کنم؟ مادر جواب داد: نه عزیزم، میخوایی چه کار کنی؟ به آرامی گفتم: میخواهم با تو عروسی کنم. پدر بدون توجه به من خنده بلندی سر داد. میدانستم که این خنده ظاهرسازی بیش نیست. مادر برخلاف انتظارم راضی به نظر میرسید. احتمالا میدانست که زمان نگهداری پدر از او یک روزی تمام میشود. مادر با لبخندی گفت: به نظرم اصلا هم جالب نیست. با اعتماد به نفس خاصی گفتم: خیلی هم جالب است، چون ما میخواهیم بچه های زیادی داشته باشیم. به آرامی گفت: درست است، فکر میکنم به زودی صاحب یک بچه خواهیم شد و بعد تو دوستهای زیادی پیدا میکنی. از شنیدن این موضوع بی نهایت خوشحال شدم، چون این نشان میداد مادر علیرغم رفتار دوستانه که با پدر در پیش گرفته بود، هنوز هم به خواسته و آرزوهای من توجه میکنه. به علاوه که این بچه میتوانست خانواده جین را سر جایشان بنشاند. اما اوضاع آنطور که انتظار داشتم پیش نرفت. اول از همه مادر بسیار پرمشغله شد که فکر میکنم به خاطر جور کردن پول خرید بچه بود، و پدر هم تا دیر وقت کار میکرد و شبها دیر به خانه میامد و این چیزها به مزاقم خوش نمیامد. مادر دیگر با من پیاده روی نمیامد و خیلی هم زود رنج و حساس شده بود و با کوچکترین بهانه مرا تنبیه میکرد. بعضی وقتها آرزو میکردم که ای کاش در دعاهایم به این بچه لعنتی اشاره نمیکردم.
از ظواهر امر به نظر می رسید که با دست خودم خودم را سیاه‌بخت کرده باشم. و واقعا هم که چه بدبختی بزرگی شد. بچه نوزاد با ولوله و آشوب از راه رسید، انگار که او نمی توانست کاری را بدون جنجال انجام دهد. من از همون لحظه اول احساس کردم که از او متنفرم. او بچه پردردسری بود و تا جایی که من می دانم او همیشه مشکل ساز بود و همیشه می خواست توجه بسیار زیادی را جلب کند. مادر ساده تر از آن بود که بفهمد او فقط میخواهد خودش را خوب جلوه دهد. نه تنها همراه خوبی برایم نبود، بلکه به درد هیچ کاری هم نمیخورد. او همه روز مثل یک خرس میخوابید و من باید توی خانه خودم روی نوک انگشتانم راه میرفتم که مبادا او را بیدار کنم. دیگر کسی از من نمیخواست که پدر را بیدار نکنم. حالا ورد زبان همه این بود که بچه را بیدار نکنی. نمی توانستم درک کنم که چرا بچه نباید در زمان مشخصی بخوابد. علاوه بر این هر وقت که فرصتی پیش می آمد و مادر حواسش نبود او را بیدار می کردم. بعضی وقتا برای اینکه او را بیدار نگه دارم درست حسابی نیشگونش می گرفتم. یک روز در حال من انجام این کار بودم که مادر مرا دید و به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن تنبیهم کرد. یک روز بعد ظهر که پدر از کار به خانه برگشت، من توی حیاط با قطارهایم بازی می کردم. به او هیچ توجهی نکردم و وانمود کردم که دارم با خودم حرف میزنم و بازی میکنم. بعد با صدای بلند گفتم اگر بچه لعنتی دیگری تو این خونه بیاید من از این خانه میروم. پدر مات و متحیر سر جایش خشکش زد. برگشت و از امتداد شانهش به من چهره خود را در هم کشید و پرسید تو چه گفتی؟ در حالی که سعی میکردم ترس خودم را مخفی کنم گفتم فقط داشتم با خودم حرف میزدم. او برگشت و بدون اینکه یک کلمه حرف بزند وارد خانه شد. باید بگویم که من این برخورد رو به عنوان زنگ خطری جدی تلقی کردم، اما برخلاف انتظارم تأثیر آن برعکس بود. رفتار پدر نسبت به من از آن روز به بعد مهرآمیز شد. البته می توانستم دلیلش رو دریابم. رفتار مادر با پسر تازه وارد بسیار نفرت انگیز بود. حتی موقع غذا خوردن بچه مادر می نشست و به طرز حماقت انگیزی به او که در گهواره بود با لبخندی مضحک زل می زد و از پدر هم می خواست همین کار را انجام دهد. پدر همیشه رفتار محترمانه با مادر داشت، اما واضح بود که از گریه شبانه بچه شکایت داشت. اما مادر خیلی راحت با قضیه برخورد می کرد و می گفت بچه فقط وقتی که مشکل دارد گریه می کند. اما این دروغ محض بود، چون بچه هیچ مشکلی نداشت و فقط دلش میخواست برای جلب توجه دیگران گریه کند. برایم سخت بود که میدیدم مادرم اینقدر ساده لوح است. پدرم آدم جذابی نبود، اما لااقل باهوش بود. او ذهن بچه را خوانده بود و حالا فهمیده بود که من هم ذهن او را خواندم. یک شب با تکانی از خواب پریدم. یک نفر توی تخت خواب کنارم خوابیده بود. یک لحظه تصور کردم شاید مادرم باشد که سر عقل آمده و برای همیشه پدر را تنها گذاشته. اما از اتاق کناری صدای بچه و مادر که سعی داشت او را آرام کند به گوشم رسید و متوجه شدم کسی که کنارم خوابیده مادر نیست. او پدر بود که کاملا بیدار در کنار من دراز کشیده بود. به سختی نفس میکشید و معلوم بود که از چیزی عصبانی است. کمی بعد دلیل عصبانیتش را فهمیدم. چیزی که عوض داشت گله نداشت. بعد از اینکه مرا از تخت خواب بزرگ بیرون انداخته بود، الان نوبت خودش بود که از تخت خواب بزرگ بیرون انداخته شود. دیگر مادر جز به آن بچه طول سگ موزی به هیچ کس دیگر توجه نمی‌کرد. نمی‌دانستم چطور ابراز تأسف و همدردی خود را به پدر ابراز کنم. من خودم هم با این مسئله مشکل داشتم و حتی فکر میکردم در آن سن و سال خیلی هم بزرگوار و بخشنده هستم. پدر را تکان دادم. او با صدای شبیه ناله گفت خواب نیستی؟ گفتم ممکن است دستهایت را دورم حلقه کنی تا خوابم ببرد. پدر این کار را انجام داد، اما به روش پدرانه خودش و بسیار محتاطانه مرا در آغوش کشید. او لاغر و استخوانی بود، اما به هر حال از هیچی بهتر بود. درست کریسمس همان سال بود که پدر به عنوان هدیه یک ماکت راه آهن بسیار عالی به من داد. خب این بود داستانی از آقای فرانک اوکانر به اسم عقده ادیپ که با ترجمه خانم مریم صبوری بود. خیلی داستان جالبی بود.
خودم هم برای شاید دومی سومین بار بود که این داستان رو میخوندم و هر بار که میخونم جذابیتش رو برای من داره. اگر شما کتاب دیگه از آقای فرانک اوکانر خوندید یا در مورد این مسئله و کلن درکی که نسبت به این موضوع یا حالا داستان یا اون حرفی که این داستان داشت رو حالا به شکل خودتون اون چه که توی ذهنتون برداشت کردین و حتما برای من تو کامنت ها بنویسید که ما بتونیم متوجه بشیم آیا عقیده ما در مورد برداشت از این داستان با شما مشترکه یا نه. 100% که از عقیده های شما از تفکرات شما میتونیم درس بگیریم. ممنونیم که ما رو دنبال میکنید کانال خودتون یعنی کتاب من و لطفا حتما ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنار شما هم بزنید تا ویدیوهای بعدی که میذاریم براتون بیاد و امیدواریم که دوستشون داشته باشید.